مصلی هرات با حدود 6 قرن قدامت از مهمترین آثار باستانی افغانستان شمرده می شود. مصلایی که عظمت دوره تیموریان را به رخ می کشد. اما وضعیت کنونی مصلی هرات نگران کننده خوانده شده و خطر تخریب و فرسایش مصلی هرات به ویژه مصلی پنجم در داخل باغ گوهرشاد بیگم نگران کننده است. بنان امروز پس از سالها انتظار کار مرمت و بازسازی مصلی هرات و در کنار آن بازسازی محوطه گوهرشاد بیگم به ارزش ابتدایی 10 میلیون افغانی آغاز شد. برنامه‌ای که ما شروع کردیم از قبل اعلان کردیم یک صندوق به خاطر ترمیم و مرمت و بهسازی مقبره گوهرشاد و مصلی. شروعش ان شاء الله امروز میکنیم که یک مقدار مسائل امنیتیش است، احاطه دیوار مقبره سلطان حسین با اخراست و بعض مسائل دیگه، و ان شاء الله شروع شده و این مسئله پیگیری میشه تا که بتانیم به طریقه درستش مو ترمیمات و مسائلی که لازم است او بشه. بانک کار مرمت و بازسازی گنبد گوهرشاد بیگم و مصلی هرات آغاز شده، اما مقام های محلی هرات میگن مصلی پنجم شهر که نزدیک به 20 سال است از وضعیت خوبی برخوردار نیست، در این مرحله بازسازی نخواهد شد. به گفته آنان کار بازسازی این مصلی به هزینه هنگفتی نیاز دارد. منار کچ به مصارف زیاد ضرورت داره و به کار زیاد ضرورت داره. او را ببینیم کار کرده هستیم که بتانیم یک طرح را امرای یونسکو یک جای کار بکنیم که بتانیم او را راست کنیم یا پیشگیری کنیم از افتادنش. چون ذکر است که در این مرحله تنها محوطه مقبره سلطان حسین بایقرا و دیوار باغ گوهرشاد بیگم بازسازی خواهد شد. قرار در پروژه که امروز افتتاح میشه سه بخش عمده شامل احجام پروژه است: بهسازی و بازسازی مقبره سلطان حسین بایقرا که شامل خانقا و چهار اطرافش میشه، بخش دوم تحکیمات کاشی های مناره های هرات و ترک های عمودی که در مناره ها دیده میشه برای جلوگیری از تخریبات بیشتر، قسمت سوم دیوار احاطوی مدرسه یا باغ گوهرشاد بیگم هست که اینا شامل جزئیات مختلف میشه. البته اینا بیشتر تدابیر است برای جلوگیری از تخریبات بیشتر. در همین حال کارشناسان مسائل فرهنگی میگویند که بودجه 10 میلیونی برای مرمت و بازسازی مصلی هرات ناچیز بوده و آنان امید بر این دارند که کار بازسازی و مرمت این آثار فرهنگی به گونه اساسی آن آغاز شود. من یقین دارم که 10 میلیون در حالی که نهایت ناچیز است نظر به نیاز مبرمی که این ساحه برای حفظ و نگهداشت داره، من یقین دارم که اختصاص 10 میلیون افغانی و مصرف از این در راستای نمو زیباسازی از این بتونه موثریت خاصی داشته باشه، اما در حوزه خودم مرمت و بازسازی هیچ درد دوا نخواهد کرد که امیدوار هستیم قرار وعده‌ای که بزرگا دادن پس از ختم دوره مرمت و زیباسازی مرحله بازسازی اساسی این مجموعه تاریخی خود مصلی هرات آغاز بشه. باغ گوهرشاد بیگم و مصلی شهر هرات که روزگاری از نشانه‌های تمدن بود اکنون در آستانه نابودی قرار دارد. با توجه به اینکه کارشناسان مسائل فرهنگی به این باورند که بودجه اختصاص یافته ناچیز است، باید دید که آیا این بودجه دردی را دوا خواهد کرد یا خیر.